نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی مرد را که سه ماه پیش از منطقه پروانه سوم را بوده شده بود از بند آدم رو بایان رها ساختند این مرد که غلام سرور نام دارد و رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی است سه ماه پیش از منطقه پروانه سوم هنگامی که به سوی منزلش روان بود از سوی مردان مسئله ناشناس را بوده شد این مرد میگوید که ربایندگان در برابر رهایی وی در حدود 500 هزار دلار از خانواده اش خواسته بودند آنان این مرد را در منطقه زناباد یکتوت در مربوطات حوزه نهم شهر کابل نگهداری میکردند قال مقال و جار جنجال میکردم که از اینا که برچه بود یا هر چیزی که بود دمی قسمت های پایه من اینا زدن و بعدن باز کدام دوای بیوشی بود یا چی بود پیش بینی ما گرفتن دیگه باز ما دم موبایل موتور بیوش بودم یک وقت یک خانه بیدار شدم که یک موبایل یک خانه استم این مرد در نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی از چنگ ربایندگان آزاد شد و ریاست امنیت ملی میگوید که در پیوند به این رویداد ستن را نیز بازداشت کردند. تیکولاس خان خانسید از الوخیل استم. پهلن د پښتوکو دځګی او غنیو انده میشینم زلا ولده عطاولا زین دون نه بيشه <applause> نه مامير سه پوي مات له نن شپه دغه ترشه پوشي کینه کوچ خدا تقریبا د قوس برده بودان او خپلهن دروازه از بیرو کلف دارون کې هر فعالیت میکرد هیڅ کس لري از یاګه وا اگانه بودان آدم ربایی ها در دو سال اخیر نگرانی های زیادی را به امرا داشتند. کاهش بیش از 50 درصد سرمایه گذاری در کشور یکی از پیامت چنین رویدادهایی است که اتاقهای تجارت و صنایع از آن نگران است. آنچه که انواره در کاهش جرایم در کشور معصر خانده می شود تطبیق مجازات بر مجرمان است. با این همه نهادهای امنیتی به ویژه ریاست عمومی امنیت ملی همواره از این که در موارد مجرمان مجازات نمی شوند شکایت دارند.